پیشگیری از آرتروز زانو بحث امروز ما هستش. واقعا در همه جای طب ثابت شده که پیشگیری خیلی بهتر از درمان هست و کم هزینه تر و به نفع مریض و کل سیستم بهداشتی جهان هستش. متاسفانه آرتروز زانو نه تنها در ایران بلکه در همه جای دنیا به علل مختلف رو به تزاید هستش و دردسرهای زیادی رو برای مریض ایجاد میکنه، برای جامعه ایجاد میکنه و با این همه پیشرفت‌های علمی که در همه زمینه‌ها شده هنوز درمان قاطعی براش پیدا نشده. تنها درمان قاطعش تعویض مفصل زانو هست که اون هم عوارض خودش رو داره، مسائل خودش رو داره و هزینه بسیار زیاد و سیستم خاص درمانی پرهزینه غیر از جراح با تجربه و واردی که این مسئولیت این کار رو میپذیره، هماهنگی با کمپانی‌هایی که وسایل رو می‌سازن، اتاق عمل و نیرویی که گرفته میشه نمیشه که همگانی بشه. ولی میشه که از کودکی آموزش داد، از نوجوانی آموزش داد که انسان زندگی متعادلی داشته باشه که دچار آرتروز نشه. گذشته از این که در بعضی جوامع آرتروز زانو بیشتر هست، حالا علت اون نشستن رو زمین هستش یا استفاده از توالت های ایرانی که اصولش باید بگیم توالت های سبک چینی در واقع که این سنگ و اینها بوده، و یا مسائل ژنتیکی که هنوز شاید پیدا نشده باشه که در این جوامع میتونه آرتروز بیشتر باشه، وگرنه در همه جای دنیا این بیماری هست و زیادم هست و روز به روزم بیشتر میشه. چرا بیشتر میشه؟ چون با زندگی ماشینی که ما بچه هامون بیشتر با گوشی مشغولن، تو خونه هستن، ورزش نمی کنن، عضلاتشون ضعیف هستش و بدن ضعیفه، بیشترم تنقلات و چیزهای پرچرب می خورن، اضافه وزن دارن. حتی می بینیم که نوجوانها درصد بالایشون وزن بالایی دارن و این ثابت شده که به ازای هر کیلو وزن اضافه حدود 4 کیلو فشار اضافی روی زانو میادش. البته تا وقتی که شخص جوان قضروف‌ها که محافظ استخون‌های انتهای ران و ابتدای درشنه هستند خوبن، سالمن، چیزی نشون نمیدن، ولی به تدریج دچار یک حالت فرسودگی و از بین رفتن میشن که به انگلیسی بهش ویر اند تیر میگن، و این سرعتش اگر زیاد بشه خیلی زود دردها پیدا میشه. خود قضروفا عصبی که به زودی درد رو تشخیص بده معمولا ندارن. وقتی که سایدگی از حد قاسی گذشت و به استخوان نزدیک شد یا مقاطع اطراف رو آسیب زد، بیمار تازه شروع میکنه به درد. اینی که صبر کنیم تا درد مریض ایجاد بشه و بعد بریم دکتر، این روش صحیحی نیستش. آرتروز زانو به علل بسیار زیادی میتونه ایجاد بشه. حالا گذشته از اونهایی که مثلا
اختلالات مادرزادی تو پاهاشون هستش، پای پرانتزی دارن یا لکسیتی یا شلی کپسول و لیگامان های مفصلی دارن که خب اونها باز شانس دارن زودتر تشخیص داده بشن و بهشون کمک کرد. اینها رو اگر کنار بگذاریم، توی کل جامعه معمولاً به خاطر وزن زیاد، ورزش نکردن و ضعف عضلات چهار سر ران و همسترینگای پشت ران آرتروز زودتر پیدا میشه. یه نکته هم اینجا باید گفت که خیلی از آرتروزای زانو میتونه به علت افراط در ورزش و یا ورزش های غلط و زیادی که عده ای از جوان ها دارن یا بعضی ها دارن که یک ورزش خاصی رو که مناسب زانو نیست به خاطر پرورش اندام و زیبایی خیلی زیاد انجام بدن، اینها زانوشون زودتر دچار آرتروز ممکنه بشه. همونطور که عرض کردم، تعادل رو در همه جا باید حفظ کردش. غضروف خودش میتونه اون سلول های غضروفی که در حین یه ورزش و یا تمرین بسیار سنگینی که مثلا ورزشکار رو دارن برای مسابقات جهانی المپیک آماده میکنن، خودش رو ترمیم میکنه. مشروط بر این که یک روز بهش فاصله بدیم. بهترین حالت اینه که کسی که ورزش های سنگینی میخواد بکنه 3 روز در هفته انجام بده. نکته دیگه اینه که اگر توی جوانها، نوجوانها، ورزشکارا آسیبی به زانو وارد میشه، حتما بررسی دقیق بشه. اگر منیسکش آسیب دیده، رباط‌های داخل زانوش، ACLش، PCLش آسیب دیده، سهل‌انگاری نشه. ممکنه که این شخص به خاطر عضلات بسیار قوی که داره چندان مشکلی توی کاراش و زندگیش نداشته باشه، ولی این پارگی اثر خودش رو رو تخریب غضروف میگذاره و آرتروز زودرسی رو ایجاد میکنه. بنابراین اگر در یک جوانی آسیبی به زانو وارد شده که یک ذره حائز اهمیته، تو اون سنین هست که باید بررسی دقیق بشه، MRI بشه، حتی آرتروسکوپی بشه و کوچکترین ضایعاتی که ایجاد شده ترمیم بشه که از عوارضش که آرتروز تروماتیک سنین بالاتر هست جلوگیری بشه. این خیلی مهم هستش. ورزش های مکرره که فقط یه حرکت ثابتی رو به تعداد بسیار زیادی جوانی انجام میده که عضلاتش رو برای خودنمایی یا این رشته هایی که بادی بیلدینگ هستن نشون بدن، افتخار برن، اینا خیلی زود مفاصلشون خراب میشه، غضروف های زانو خراب میشه. این کار صحیحی از نظر علمی نیستش. مسئله دیگه عادات زندگیه. اگر اینی که عضلات خیلی قوی نداریم، وزنمونم خیلی زیاد، بهتره که از توالت فرنگی استفاده کنیم، حالت چنباتمه نشینیم و نشستن رو زمین رو سعی کنیم که کمتر استفاده بکنیم، روی صندلی صاف و محکمی بشینیم که پامون به زمین برسه، کمرمون هم صاف باشه که مراقب کمر هم باشه. ورزش های تقویت چهار سر ران، همسترینگ ها، پشت ران از نوجوانی یاد بگیریم و اینها رو انجام بدیم. استخر، شنا، ورزش های بسیار خوبیه که وزن هم روی مفصل نیست و عضلات قوی میشه. اصولا ورزش هایی که وزن و فشاری روی زانو نیست ولی عضلات اطراف رو قوی میکنه خیلی خوب هستن. حالا اگر اینی که
این آرتروز در سنین میان سالی، حالا کمی زودتر یا کمی دیرتر شروع شده، چیکار میکنیم؟ معمولاً به یک ارتوپد باید مراجعه بشه، عکس برداری بشه، معاینه بشه، توضیحات کامل داده بشه. انواع و اقسام مسکن‌ها رو مردم خودشون سرخودی مصرف میکنن. خب، در مواردی که درد شدیده و عاجز کننده هست خوب، ولی کلیه این داروها اعتیاد به اینها عوارض زیادی داره. ناراحتی‌های گوارشی میده، کسایی که فشار خون دارن فشارشون رو بالاتر میبره و مصرف طولانی مدت اینها که ماها و سالها مصرف بشه کلیه ها رو میتونه از کار بندازه. بنابراین کار صحیح نیست. برای دورهای کوتاه مدتی خوبه. بی حرکتی و استفاده از انواع اقسام زانوبندها بسیار مفید هستش و میتونه کمک بکنه ساعاتی اینها بسته بشه و ساعاتی باز بشه. شبا موقع حمام، موقع ورزش کردن میشه باز کنیم و ورزش کنیم، عضلاتمون قوی بشه. تقویت عضلات و نتیجه گیری از فیزیوتراپی چیزی نیستش که ظرف چند روز و چند هفته به دست بیاد. تداوم میخواد، هفته ها و ماه ها باید روش کار بشه تا نتیجه حاصل بشه. توی این مدت به جای اینی که از داروی مسکن زیاد استفاده کنیم میتونیم از زانوبند استفاده کنیم و انواع و اقسام زانوبندها در این زمینه بسیار پیشرفت کرده علم و دانش و توش میتونن فنرهایی بگذارن که اگر زانو داره پرانتزی میشه پیشگیری بشه، بیشتر نشه یا حتی اصلاح بشه. اگر اینی که بهتر از این بخوایم کار بکنیم، یه زوایای داخل کفش بیمار میدیم، کفی میدیم که فشاری که به طور ثابت به قسمت داخلی یا مدیال زانو میمده به وسط یا به سمت جانبی زانوها بره و این غضروف ها که تحت فشار بودن و همشون دارن از بین میرن یک فرصتی پیدا بکنن که ترمیم بشن. خیلی از مریضا با همین کارهای ساده نتیجه میگیرن و اصلا در آینده نیازی به جراحی تعویض مفصل پیدا نمی کنن. بعضی از مریضا که به هیچ وجه نمیشه وزنشون رو پایین آورد، به هیچ وجه سبک زندگیشون رو نمیشه عوض کرد، مثلا منزلش طبقه چهارم یا پنجم، آسانسور هم نداره یا توالتشون نمیتونه تغییر بده یا مسائل دیگه، یا ورزش اصلا دوست نداره و اعتقادی نداره، نمیکنه تقویت عضلاتشون، اینها خب خودشون ضرر میکنن، مجبور میشن از وسایل کمکی بیشتری مثل عصا استفاده کنن که یه مقداری فشار و نیرو از روی زانو برداشته بشه. پیشرفت‌های بسیار زیادی در انواع و اقسام داروهای خوراکی که به عنوان مکمل، غضروف ساز در کمپانی‌های مختلف دارویی تحقیق میشه و داره مصرف میشه، از نظر علمی تا وقتی که الائنمنت یا خط فشار نیرو اصلاح نشه و وزن اصلاح نشه فایده چندانی اینا ندارن. اینها کمکی هستن ولی نه 100% ثابت شدن که غضروف رو ترمیم میکنن. در بازسازی غضروف حتما نقشی دارن. هنوز اینها جای بحث و مطالعه داره و داروهای جدیدی مرتب داره پیدا میشه که اعتقاد دارن کمک به غضروف سازی میکنه. بعد از اینها دیگه مریض که عاجز شد پناه میبره به سمت و سوی تزریقات داخل زانو. این تزریقات از چیزهای ساده تری شروع میشه تا انواع اقسام
ژل هایی که با قیمت های متفاوت، غلظت های متفاوت، طول عمر متفاوت وجود داره. هیچ کدوم اینا درمان کننده اصلی آرتروز نیستن. اینها همه به بیمار فرصت میدن تا خودشو، زندگیشو، وزنشو، ورزشهاشو، عضلاتشو اصلاح بکنه. بنابراین تمام این تزریقات داخل زانو فقط برای زمان خریدن هستش. یک سری تزریقات سلولی هم داخل زانو میشه که سلول های مختلفی داخل زانو تزریق میشه که اینها تبدیل به غضروف بشن. ولی اینها هم باز در جایی که کار دیگه اساسی صورت نگرفته، سلولای غضروفی که خداوند گذاشته خراب شده، این سلول نیم بندی که از جای دیگه میایم داخل مفصل میذاریم، اصلا امکان حیات و امکان زندگی ببینید برایش چقدر محدود خواهد بود و خیلی زودتر از بین خواهد رفتش. بنابراین این مسئله آرتروز زانو یک مسئله جهانگیر هست، یک مسئله پیچیده‌ای هستش. ولی اگر هر کسی خودش راجع به این مقوله اطلاعات پیدا کنه و زندگی متعادلی داشته باشه و همه چیزش بالانس باشه، هیچ وقت دچار آرتروز زانو نخواهد شد. امیدوارم که همه عزیزان بتونن پیشگیری کنن که از درمان خیلی بهتره. متشکرم.